یه چیزی بپرسم؟ بپرس. پدرم چه جور آدمی بود؟ چی دوست داری بشنوی؟ اینجور موقعا چی میگن؟ میگن خیلی آدم خوبی بود. یعنی میخوای بگی نبود؟ آره همینو میخوام بگم. خوب نبود، فوق‌العاده بود. قلبی داشت که تو کمتر آدمی من سراغ داشتم. پس چرا اولش گفتی که؟ ببین پولاد، پدر تو آدم خاصی بود. میتونم بگم من یه جورایی بهش مدیونم. به خاطر همونم دوست ندارم با چهار تا صفت خوب و مهربون و خیرخواه بذارمش رو تاخچه و خاک بخوره. دوستم ندارم این حرفا رو بذاری به حساب تعارفایی که همیشه از مرده‌ها به خوبی یاد میکنن. یعنی چی؟ یعنی میدونی پولا، توضیحش خیلی سخته. برای شناخت بعضی از آدم ها واقعا باید باشون زندگی کنی، باید باشون وقت بگذرونی تا بفهمی من چی میگم. فکر نکنم این شانسو داشته باشم، حداقل تو این دنیا. ببین پولاد، نمیخوام ناراحتت کنم، منظورم این نیست که تو نمیتونی بشناسیش. آدم ها پیچیدن، یعنی که با یه جلسه نار خوردن نمیشه شخصیت یه آدمی رو شکافت و عباد وجودیشو بیرون ریخت. اونم بهرام که برای از تناقض بود. ولی اگه مادرتو بشناسی بهرام هم شناختی، چون اون دوتا واقعا نیمه گم شده هم دیگه بودن. این روزا خیلی دوست داشتم دربارش حرف بزنیم، ولی انگار مادر سختشه، دوست نداره. یاد گذشته ها اذیتش میکنه. نه پولاد، اشتباه میکنی. مطمئنم سودابه یه لحظه یاد بهرام غافل نیست. شایدم ملاحظه تو رو میکنه، میخواد ناراحت نشی. شایدم میخواد بیشتر بشنوه تا اینکه بگه. مطمئنم اگه خاطراتمون از بهرام برات تعریف کنیم، یواش یواش شناخت پیدا میکنی. دوست دارم بشنوم. اول غذا. داری مسخره میکنی؟ مسخره چیه سالار جان؟ حتما سوء تفاهم شده. بله سوء تفاهم، تو اینکه شکی نیست. منظورت چیه؟ از اولش هم میدونستم ریگی به کفشته. هرچی به سودا بگفتم به خرجش نرفت. بیا اینم نتیجهش. چی داری میگی سالار؟ چرا بهش دروغ گفتی؟ اون زن حامله است، پا به ماهه. تا چند روز دیگه بچه دوم تو رو به دنیا میاره. چرا تمام شب تنها گذاشتیش و گفتی پیش منی؟ سالار جان، بذار حدس بزنم چی میخوای بگی. سالار جان، ازت خواهش میکنم درباره من اینجوری قضاوت نکن. بذار برات توضیح بدم. درست میگم؟ اجازه میدی حرف بزنم یا نه؟ مگه حرفی هم واسه گفتن داری؟ این دفعه اولت نیست. دفعه اول؟ منظورتو نمیفهمم. خوبم میفهمی. تو داری به سودا به خیانت میکنی. این دیگه خیلی زیاده. قبول دارم خیلی زیاده که آدم از اعتماد یه خانواده سوء استفاده کنه. شاید نتونم بگم کجا بودم، اما تو حق نداری اینجوری حرف بزنی. حق؟ ببین کی داره درباره حق حرف میزنه. تو پسر آدمی هستی که حق هر کاری رو به خودش داده. یادت رفته؟ هر کسی مسئول اعمال خودشه. آها، پس منم مسئولیت کاری که میخوام بکنم به گردن میگیرم. همین الان میرم دست خواهر و خواهرزادهمو میگیرم و خونه و زندگیت میارمشون بیرون. تو این کارو نمی‌کنی. می‌بینی. اونا با تو نمیان. من برادرشم. یادت رفته؟ من شوهرشم. اون منو ول نمی‌کنه. هنوز نشناختیش. اگه واقعیتو بفهمه هر کاری می‌کنه. خواهی دید. واقعیت اون چیزی نیست که تو فکر می‌کنی سالار. و تو حتما پاک و معصومی.
و تمام این دروغایی هم که میگی لابد برمیگرده به روح پاکت. من دروغ نگفتم. آها. من فقط نمیخواستم نگرانش چه کنم. چه شوهر مهربونی. نمیخواستی نگرانش کنی که شب قشنگتو به خوشی سپری کنی؟ سالار به خدا تو دیگه اسم خدا و پیغمبر رو جلوی من نیار. درست حرف بزن سالار. تو فکر میکنی کی هستی؟ نکنه تازگی ها نماینده خدا شدی؟ بابا شما هم اگه میدونستی دیشب کجا بوده ازش دفاع نمیکردی. من میدونم کجا بوده، با من بود. ولی من میدونم شما نمیخوای اختلاف بین خانواده بیفته. ولی اگه به سودا به دروغ بگیم جلال خالق، تو واقعا فکر میکنی من دارم دروغ میگم؟ دستگاه چاپ خراب شده بود، من ازش خواهش کردم، گفتم بیاد یه نگاهی بکنه اگه میتونه درستش کنه، که درستش کرد. ولی بابا شما. بله میدونم، من خودم گفتم بهرام رو نباید قاطی کارامون بکنیم، ولی وقتی یحیی رو گرفتن من و تو و بقیه هم از این چیزا سر در نمیاریم، چه کار باید میکردم؟ تو آدم مطمئن دیگه سراغ داشتی؟ پس چرا به من نگفتین؟ خب ندیدمت. ولی سودابه؟ خب معلومه سودابه نباید میفهمید، با این حالش که نباید نگرانش میکردیم. ولی بهرام باید به من میگفتی. چطور تونستی یک کلمه حرف نزنی؟ فکر نمیکنی اگه قرار بود به کسی حرف بزنه پدرش از تو نزدیکتر بود؟ به جای اینکه ازش گله کنی ازش تشکر کن. با این حال کم کم حضور مرد تازه وارد نظر او را بیشتر جلب می کرد. ابتدا احساس شگفتی نمود، سپس کنجکاو شد، بالاخره گرفتار نوعی ترس گردید. وقتی که پزشک او را نشان داد او از جای برخاست و روی نیمکت نشست و با صدای ضعیف و مقطعی که در آن اثری از عدم اعتماد مشهود بود گفت: بله، من راسکولنیکوف هستم، چه می خواهید؟ آن شخص با دقت به او نگاه کرد و با لحن متینی گفت: من پیر لورین هستم، امیدوارم که نام من برای شما ناشناس نباشد. اما راسکولنیکوف که منتظر چیز دیگری بود با خاموشی و قیافه حیرت زده به مخاطب خود نگاه کرد، مثل اینکه اولین دفعه بود که نام لوژیان به گوشش میخورد. بله بفرمی. الو مهتو خودتی؟ کی بود؟ ها؟ کی بود؟ همین این تلفنه. تلفن کی بود؟ هیچکی، اشتباه گرفته بود. چرا گوشی رو بر نمیداری؟ الو؟ الو؟ مامانتیه؟ جانه سلام، چطور شما گوشی رو برداشتین؟ پکی برداره. مهتا کجاست؟ مهتا؟ مهدا کیه؟ شما الان تنهایی؟ نه. کی پیشتونه؟ هاید جونه، دختر شمسی خانوم. خیلی خب، یه دقیقه گوشی بدیم بهش. باش. بیا با تو کار داره. چی میگه اشتباهه؟ پس چرا حرف نزدی؟ قد شد. جواب بده خب. الو. الو، شمای خانم دکتر، خوبی؟ مثل اینکه شما بهترین. کجا رفته بودی؟ بچه مامانم گوشی برداشت. هیچی به خدا. آخه قبل از شما یه نفر هی زنگ میزد قطع میکرد، بعد شما که زنگ زدی من فکر کردم بازم مزاحم جواب ندادن. مزاحم؟ ما اصلا مزاحم نداشتیم. نمیدونم کی بود، باور کنید. شمارهش نیفتاده؟ شمارهش؟ آخه روی این گوشیه که شماره نمیفته. خب هیچی دیگه، بعدش هم که شما زنگ زدین قبل از اینکه من گوشی رو بردارم عطیه جون زود گوشی رو برداشت. تنهاش که نذاشته بودی؟ نه به جون مادرم، همینجا پهلوشون بودم، داشتم براشون کتاب میخوندم. خیلی خوب، میخواستم بهت بگم امروز یه ساعت دیرتر میرسم خونه. نگران نباشی، من پیششون هستم. البته شاید برادرم زودتر برسه.
به هر حال من میمونم تا خودتون برگرد. پس خیالم راحت باشه؟ مطمئن باشی. خدا. خدافز. الو، سلام یوسف جان. سلام محمد، کجایی؟ خودت کجایی؟ تو دفتر تو. چه خبر؟ کی میرسی کارخونه؟ من سلام. فکر نکنم سلام. امروز برسم بیام. سلام. چطور؟ خب بگو. سلام. سلام. تو نمیخوای بزرگ شی؟ با سلامتی رئیس کارخونه یا؟ بریم تو اتاق. چی میخواستی بگی به این سرعت منو کشونی کارخونه؟ دو تا قرم پهلوی تازه دم لطفا. بازم مشکلات. قرار نیست تموم شن این مشکلات. مگه تا حالا چقدر ازینه شده؟ گنج قارونم باشه تموم میشه. الان مشکل ما نقدینگی نیست محمد. خب پس تا کی باید تولید کنیم بدونی که فروش داشته باشی؟ مگه کرامتی نگفت خریدار پیدا کرده با قیمت مناسب؟ کدوم قیمت مناسب پسر خوب؟ وقتی نمونه چینی از مواد اولیه ما هم ارزون تره، چجوری میشه خریدار مناسب پیدا کرد؟ اما کرامتی که میگفت آدم ها هر زیاد میزنن محمد. سر جریان وام یادت نرفته که چند نفر بهمون قول داده بودن؟ وقت عمل که رسید همشون جا زده. خدایا، خب راه حل تو چیه؟ باید تولیدو کم کنیم و بیشتر نیرومون رو بذاریم برای بازاریابی. میدونی یعنی چی؟ مسلما بهتر از تو. اگه ساعت کاری رو کم بکنیم، دستمزد کارگرا میاد پایین و بهشون فشار میاد. کاهش تولیدم که ضرره. از اون برم انبارامو پرو و دیگه جا نداره. سولم قرار باشه اجاره بکنیم، بازم باید ضرر بدیم. چون با این وضعیت بازار معلوم نیست که باید منتظر خریدار بمونیم. به نظرت اگه ببخشید. الو. سلام محمد. مهرگانم. زنگ زده بودی. سلام گلچهر مهرگان. بله. مزاحم شدم، یه موردی بود می‌خواستم مشورت کنم. با من؟ در مورد کارخونه است. اگه امکان داره. حتماً. سه روب دیگه خوبه؟ هنوزم عجوری. خب اگه فکر میکنی باشه میبینمت. در مورد چیه کارخونه میخوایی مشورت کنی؟ بهت میگم، اول باید یه فکری برای شرایط بازار بکنیم. کجا محمد؟ نایمده داری میری؟ زود برمیگم. مهربانو میگفت میرغالی خبر داره شما کجایی؟ خبری نشد بپرسم. نشد بپرسم. اون نمیتونست بهت بگه پسرم. بعد از کشته شدن پدر و پدر بزرگت. تیمسار تصمیم خیلی بدی گرفت. اون دستور داشت شماها رو از من جدا کنن. کسی که این دستور رو اجرا کرد پیشکارش بود. میرغالی فرجام. بله؟ خانم دکتر فرجام؟ بله خودم هستم، بفرمایید. از شرکت خدمات تماس میگیرم. بله اتفاقا خودم خواستم بهتون زنگ بزنم. خواهش میکنم. ما چند تا متقاضی جدید برای پرستاری داریم. خواستم بپرسم که کی منزل تشریف دارید بفرستمشون برای مصاحبه. نه ممنون. اتفاقا میخواستم خودم باهاتون تماس بگیرم بابت پرستاری که فرستادین ازتون تشکر کنم، بپرسم چقدر باید براتون بفرستم. فرمودید ما پرستار فرستادیم؟ نه خانم حتما اشتباه شده. چطور؟ تمام پرستاری که ما فرستادیم گفتن شما نخواستینشون، شاید از شرکت دیگه براتون فرستادن. ولی من فقط با شرکت شما تماس گرفتم. خب شاید یکی از کارمنداتون این پرستار فرستاده باشه، شما خبر نداشته باشید. غیر ممکنه خانم محترم، ما اینجا تمام اطلاعات رو توی دسترس ثبت میکنیم. به هر حال اگه باز احتیاج به پرستار داشتین ما تماس بگیرید. روز بخیر.
روز بخیر. دیر نکردم که. سلام. نه اصلا. یه شیر قهوه یا پرتقال. ببخشید اصلا حواسم نبود ازت بپرسم اگه چیز دیگه ای میخوای. نه همین عالیه. پس هنوزم یه اتشی دوست دارم. سلیقه آدم عوض نمیشه. خب گفتی بر کارخونه مشکلی پیش اومده؟ نه هنوز، ولی داماد سابق ما ایرج اشراق میشناسیش؟ یعنی خبر نداری؟ آهان، ماجرای عاطفه. یادم نبود. آره همون، یه ادعایی کرده، میخواستم باهات مشورت کنم. ادعا؟ چه ادعایی؟ پدرش با بابام کارخونه رو شریک بودن. اشراق بزرگ قبل از اینکه فوت کنه سهمش رو فروخت به بابای من. اما تازگی ایرج مدعی شده که هیچ پولی بابت فروش سهم رد و بدل نشده و عملاً اون صاحب 30% کارخونه است. خب ادعای کوچیکی نیست. مدرکی هم داره برای این ادعاش؟ هنوز نمیدونم. مگه شکایت نکرده؟ نه، فقط یه بار به عاطفه گفته که سهمشو میخواد. خب مسئله فقط تهدید ایرج نبود. من و عاطفه متوجه شدیم که ایرج یه جورایی درست میگه، ولی اون سهمشو به بابام بخشیده. خب در این صورت نمیتونه ادعایی داشته باشه. حتی اگه این نوشته محضری نشده باشه؟ ببین بستگی به خیلی چیزا داره. اولیش داشتن یه وکیل خوبه که خیالت از این بابت راحت بشه. اما یه نکته، بهتر منتظر باشین قدم اول اون برداره. من تو زندگی خیلی منتظر قدم اول طرف مقابلم شدم، ولی هیچ وقت شانس نیاوردم. به نظرت بهتر نیست این دفعه کارخونه آزاد شطور محمد؟ عاطفه میگفت خیلی سختی کشیدی. آره سختی زیاد بود، اما گذشت. میدونی حالا که فکر میکنم میبینم در مقابل سختی هایی که تو زندگی شخصیم کشیدم هیچ بود. تو هنوزم نمیخوای بزرگ شی؟ نه نه نمیخوام. تو چی؟ تو تا کی میخوای ادای آدم بزرگ رو دراری؟ خب به خاطر شیر قهوه ممنون. کارم هنوز تموم نشده. عجله داری؟ نه اگه واقعا کار داری عجله ندارم، ولی از وقتی اومدم دارم ازت کنایه میشنوم آقای محمد فرجام. تشریف داشته باشین خانم گلچهره مهرگان. خب راستش من نگران دادگاه عاطفم. شما وکیل عادت دارین بگین همه چی داره خوب پیش میره، مخصوصا شما که در امید واهی دادن به مردم سابقتون زیاده. یک کلمه، اگه فقط یک کلمه دیگه بگی. معذرت میخوام. شرمنده. مثل این که دوباره زیاده روی کردم. مثل این که؟ آدمی که نگران خواهرشه به جای زخم زبون زدن یکم همراهی میکنه. حالا چی میخوای بدونی در مورد عاطفه؟ نمیدونم بهت گفته یا نه، ولی اون چک مهریهشو به خاطر مشکلات من نقد کرد. میخوام بدونم شکایت ایراد چقدر ممکنه. نگران نباش، عاطفه وکیل خیلی خوبی داره، نمیذاره ببازه. واقعا؟ تا حالا از من خیلی دروغ شنیدی؟ اگه جواب تو بدم میذاری به حساب زخم زبون. خوبه که آدم اقدر خودشناس باشه. خوبی از خودتونه، یعنی خیالم راحت باشه؟ در مورد پرونده عاطفه بله، ولی در مورد اخلاق خودت خیر، باید نگران باشی. حالا من یه سوال ازت دارم آقای فرجام کوچک. بفرمایین. چرا عاطفه از ایرج جدا شد؟ چرا کنجکاوی بدونی؟ ذاتیه، اقتضای کار وکالت. نه واقعا. تو فکر کنم خواهم آشتیشون بدم. تو این کارو نمی کنی. حالا میبینی عاطفه در حقت بدی نکرده خانم مهرگان. واقعا اشراق اینقدر آدم بدیه؟ به نظر فقط یه عاشق دلخسته میاد، همین. و یه مردم آزار دو شیفته. جدا چرا باش بدی محمد؟ حسادت؟ خودت بهتر میدونی که تو همه ایبای دنیا من این یکیو ندارم. پس چی؟ نمیخوام از خواهرم طرفداری کنم یا بگم ایرج مقصره.
ولی اونا به دردم نمیخورن. از اولم نمیخوردن. هم مامان عطیه مخالف بود هم بابا. خودشون اصرار کردن، نتیجه شد این. اونا نمیتونن همدیگه رو خوشحال کنن. فقط همین. خوبه که از این چیزا هم سر در میاریم. حالا ببین کی داره زخم زبون میزنه، خانم وکیل. سوسن 11 ساله، باهوش ولی افسرده. تاریخ سپردنش به بهزیستی حدود 1 ماهگی. هویت پدر مادر نامعلوم. ریحانه 5 ساله، شیطون و بانمک. تاریخ سپردنش به بهزیستی 2 سالگی. توی پروندهش ذکر شده پدر مادرش هر دو معتادن. شیرین 8 ساله، آروم و متین. تاریخ سپردنش به بهزیستی 6 سالگی. از پدر مادرش هیچ خبری نیست و تا زمان زنده بودن مادر بزرگش با اون زندگی میکرده. رعنا 12 ساله، کم حرفترین دختر مجموعه. تاریخ سپردنش به بهزیستی حدود 3-4 ماهگی. هویت پدر و مادر نامعلوم. فیروزه 7 ساله، مهربون و فداکار. از 4 سالی که توی بهزیستی در رفت آمده. فکر خودت نیستی، فکر من باش. ببخشید زیبا جون. چرا دوباره فرار کردی؟ با شمام، با شمام خانوم. اونجا کسی اذیتت میکنه؟ زیبا جون، میخوام پیش داداشم باشم. مگه برادرتو نبردن باز پروری؟ برگشته، ترک کرده. قلمت خرجمونو بده. ببین فیروزه، نمیخوام مجبورت کنم، ولی هر دومون میدونیم که اون نمیره سر کار. من باید کمکش کنم زیبا جون، تو رو خدا. مگه قرار نبود بری مدرسه؟ از سال دیگه. قول؟ قول. پس یه قول دیگه هم برده. قول بده هر کی اذیتت کرد برگردی پیش خدا. پس هیچ کس هم نترس. قول؟ قول. خیلی خوب، حالا بود دو برو. گفتنشون فقط باید اونا رو نوشت. خب من میدونم که تو نمیتونی فارسی بخونی، منم که بلد نیستم فرانسه بنویسم. پولاد جان، من نمیخواستم برنجونمت، فقط نمیتونستم درباره پدرت راحت حرف بزنم. چند بار حرفشو پیش کشیدی و حتما تعجب کردی چرا هر بار من حرفو عوض کردم. پدرت آدم عجیبی بود، آدم نازنینی که هیچ وقت تو زندگیم شبیهشو ندیدم.
این چیه؟ چکه بدون امضای شما. یادم رفته بود امضاش کنم. وکیل خوبی گرفتی. لطف داری. خوبی از خودتونه. کجا این عجله؟ من هنوز قلممو پیدا نکردم. دنبالش نگرد. باشه برای خودت. چطور یهو دست و دلباز شدی؟ لطف داری. من یه نسخه دیگه از اون سی دی پیشمه. نترس. دیگه پولتو نمیخوام. اما دردسرم نمیخوام. ایرج. خیلی مواظب به خودت باش. خیلی. درسته وکیل خوبی گرفتی. ولی من وکیل بهتریم. مامان عطیه، مهتا، مهتا، مامانی، کجایی شما؟ سلامات فجون، امروز بود اومدین؟ از مرحمت شما، مردم از نگرانی. مامانم کجاست؟ تو اتاق کار پدرتون. چرا جواب تلفن‌ها رو ندادی؟ تلفن؟ زنگ نزد. نظرتون راجع به اینا چی عاطفه جون؟ من به عطیه جون قول دادم که عکساتون رو قاب کنم. جواب منو درست بده. بله چشم. ببین مهتا، من موقع کار با هیچ کس شوخی ندارم، میفهمی؟ کی تو رو معرفی کرده؟ من که همون روز اول گفتم خانم، شرکت. شرکت؟ پس اشکالی نداره زنگ بزنم شرکت چکت کنم. نه. چه مشکلی؟ آخه راستش خانم، عاطفه جون جواب ندین تو رو خدا.